گیلاسیا سلام، امروز میخوام یکم فضای کانال رو عوض کنم و تصمیم گرفتم یه فیلم ایرانی بهتون معرفی کنم که به عنوان ترسناک‌ترین فیلم ایران شناخته میشه. هرچند کیفیت چندانی نداره در مقابل فیلم‌های ترسناک جهانی که قبلا معرفی کردیم، رده خیلی پایین‌تری داره، اما داستان جالبش تو زمان اکرانش باعث شده بود همه از شدت ترسناک بودنش فقط حرف بزنن. یادتون نره توی کانال سابسکرایب کنید چون برای شما هزینه نداره ولی آینده کانال منو می‌سازه. با شروع فیلم دختری به اسم رویا رو می‌بینیم که داره قصه ترسناک رو برای خواهر کوچیکش تعریف می‌کنه. بعد دوست شیرین میاد پیش متوجه میشن هر دوتاشون دانشگاه قبول شدن، دانشگاهی تو شهر سرکوه که از محل زندگیشون 40 دقیقه فاصله داره. با اینکه هر دوشون خیلی ذوق زدن، خانواده مخالف این قضیه ان، رفتن بچه ها به شهر غریب و زندگی تو خوابگاه براشون عجیبه. بالاخره موفق میشن خانواده رو راضی کنن، برادر شیرین یعنی فرهاد با مینیبوس خانوادگیشون اونا رو به شهر سرکوه میبره. قبل رفتن هم بابای رویا بهش موبایل خودش رو میده تا اگه کاری داشت با خونه تماس بگیره. اون موقع هم مثل الان نبود همه گوشی داشته باشن. فرهاد و رویا عاشق همدیگه‌ن و اینو خانواده هر دو طرف هم میدونن. توی مینیبوس فرهاد یه نوار کاست برای رویا ضبط کرده و بهش میده تا بعدن گوش بکنه. بالاخره میرسن به دانشگاه و متوجه میشن خوابگاه‌های رسمی دانشگاه هنوز آماده نیست و دختر باید تو خونه نزدیکی بمونن که صاحبش پیرزنی به اسم سکینه خانم و دختره دانشجو از اونجا به عنوان خوابگاه استفاده میکنن. به اونجا میرن و بعد از مستقر شدن فرهاد به شهر خودشون برمیگرده. قبل رفتن هم خدافظی غم‌انگیزی از رویا میکنه چون دلشون بر هم قراره تنگ بشه و باید دور بمونن. بعد از رفتن فرهاد هم دختر با ست تا همخونه دیگه‌ش آشنا میشن که اونا هم قراره تو همین خونه زندگی کنن. شب اول برقای خونه قدیمی یه دفعه قطع میشه و سکینه خانم میگه این اتفاق زیاد میفته. شیرین و رویا راجع به خونه خرابه که جلوی خوابگاه سوال میکنن. سکینه خانم با وحشت میگه هیچ وقت اونجا نرید چون میگن جن داره. همه مردم محله از اونجا دوری میکنن. دخترها هم که یکم ترسیدن به اتاق خودش میمونن و با یکم صحبت از عشق فرهاد و رویا شبو میگذرونن که یه دفعه با دیدن یه سوسک عجاشون میپرن و سعی میکنن بیرونش کنن. وقتی در باز میکنن تا سوسکو بندازن بیرون، یه دفعه صدای جیغ وحشتناک دختری از بیرون به گوش میرسه. دخترها با ترس بیرون میبینن و متوجه روشن بودن آتیشی توی خونه خرابه روبرو میشن، خونه‌ای که هیچکس جز جنا نباید اونجا باشه. رویا سعی میکنه خودش قوی نشون بده با مسخره بازی خیال شیرین رو راحت بکنه. شیرین میگه تو خیلی دختر قوی هستی و کلا تا به حال ندیدم بترسی. روز بعدی بعد از دانشگاه دخترها دور هم جمع میشن و از جن و پری خاطره تعریف میکنن. یکی از دخترها میگه سکینه خانم خیلی از جنا صحبت کرده و گفته یه وقتا جنا توی باغ اینجا جشن میگیرن، بعضی جنا خوبن بعضیاشون مردم رو اذیت میکنن، که همون لحظه صدای برخورد سنگی به پنجره میاد. همشون میترسن ولی آخر میفهمن فرهاد از تهران اومده تا ببینتشون، براشون پیتزا آورده. موقع غذا خوردن دخترها قضیه خونه خرابه رو برای فرهاد هم تعریف میکنن. اونم که فاز خفن بودن گرفته میگه بیا بریم اونجا رو ببینیم چون میدونم جن و اینا وجود ندارن. با تسلط وارد میشن و فرهاد با دیدن خونه خودش هم وحشت میکنه و میخواد جا بزنه، اما رویا میاد جلو و پیش قدم میشه تا با هم برن داخل. این خونه همه چیش داغونه و وسطش یه عالمه پرنده جمع شده. با شنیدن یه صدا به سمت دیگه خونه میرن یه دفعه یه سایه ای رو روی در شیشه ای یکی از اتاقا میبینن. صدای وحشتناکی هم از اونجا به گوش میرسه. یه لحظه تلفن رویا زنگ میخوره، وقتی میخواد جواب بده نواری که از فرهاد هدیه گرفته بود رو زمین میفته و قبل از اینکه متوجهش بشه یه دفعه شیشه ای در اتاق کناری میشکنه و هر دو پا به فرار میزنن. روز بعد سکینه خانم میگه خدا بهتون رحم کرده که فقط شیشه رو شکستن. میگه منم تو جوونی بار به اون خونه رفته بودم و سه تا جن دیدم. بعد میگه شما از عروس کشون چیزی شنیدید؟ ولی قبل از توضیح دادن سکانس بعد میبینیم شیرین و رویا برای آخر هفته به خونه برگشتن و فرهاد داره با خانواده‌اش بحث میکنه که چرا نمیان از رویا خواستگاری کنن و در آخر هم خانواده‌ها برای ازدواج حرفای با هم میزنن. تو راه برگشت به دانشگاه فرهاد از رویا میپرسه نواری که برای ضبط کردن گوش داری؟ که رویا هم میگه نه. فرهاد تاکید میکنه حتما آخرش گوش کن. وقتی بچه‌ها به خوابگاه میرسن تمام اتاق زیر رو میکنن تا آخر رویا میفهمه نوار توی اون خونه خراب افتاده بوده. این میشه که سری با شیرین به اونجا میرن تا پیداش بکنن. در کمال تعجب خیلی چیزا اونجا تغییر کرده، از جمله راهی که قبلا باز بوده و الان بسته شده و در شیشه‌ای که این بار با چوب همه جاش پوشونده شده. به گشتن ادامه میرن تا به یه اتاق دیگه میرسن. تو این اتاق عجیب لباس عروسای خونی زیادی آویزونه، تعداد شمع روشنه، یه تاج عروس رو سفره است و یه ظرف که پر از استخونهای مختلفه. رویا کنجکاویش گل میکنه و اون تاج عروسی که خیلی به نظرش قشنگه رو برای خودش برمیداره. وقتی برمیگردن خوابگاه شیرین که دیگه واقعا وحشت کرده لوازمش رو جمع میکنه تا برگرده تهران. رویا بقیه دخترها دور سکینه خانم جمع میشن تا ازش راجع به تاج عروسی که رویا خونه آورده صحبت بکنن. سکینه خانم در کمال تعجب میگه این تاج برای روباب است، عروسی که 10 سال پیش شب عروسیش یه وقعه به سر و هیچ کس نتونست پیداش کنه. بعد از اونم چندین عروس دیگه همینطوری گم و گور شدن، حتی پلیس هم نتونسته هیچ چیزی پیدا کنه. وسط صحبتشون دست مردی میبینیم که از پشت پنجره داره با هیجان به حرفا گوش میده. سکینه میپرسه دیگه چی اونجا بود که رویا هم یه کاسه پر از سنگ و استخ
خون با لباس عروس خونی. سگین خانم هم خیلی کنجکاو میشه و همون شب همراه رویا با هم میرن تا دوباره خونه رو ببینن. این بار درب اون اتاق کلا با چوب قفل شده و داخلش هم هیچ کدوم از لوازم قبلی پیدا نمیشه. صدایی تو خونه میاد و یه دفعه مرد رو میبینن که پشت دیوار قایم میشه. سکین خانم با دیدن مرد میگه این قباده، یه مرد دیوونه که خیلی وقت روانی شده تو این محل زندگی میکنه. بعدم شروع به دست زدن میکنه تا قباتم باهاش برقصه و اینطوری روانی بودنش رو به اون ثابت بکنه. همه چیز خوبه تا قبات تا جروس که دست رویا رو میبینه و یه دفعه عصبی میشه و رویا هم این رفتار رو به چشم میبینه. در آخر سکینه یه سنگ سمت مرد دیوونه پرت میکنه و به خونه برمیگردن. اون شب رویا ذهنش حسابی درگیر عروسایی که گم شدن، از ترس جلوی در پنجره رو میپوشه تا کس نیاد داخل و آماده خواب میشه. پشت پنجره اتاق قباد میبینیم که چاقویی تو دستش و میخواد بیاد تو اتاق. از سر صدایی که راه میندازه رویا از خواب میپره و با دیدن مرد روانی سعی میکنه فرار کنه، اما قفل در که قدیمیه باز نمیشه. قباد رویا رو گوشه اتاق پرت میکنه اما بدون اینکه سلامی دیگه بهش بزنه، فقط تاج عروس رو برمیداره و با لبخند وحشتناکی به سمت رویا میاد. رویا از موقعیت استفاده میکنه تا با آجوری که برداشته به سر قباد ضربه بزنه، اما وقتی بقیه رو صدا میکنه تا به کمکش بیان، هیچکس تو اتاق نیست و فقط پنجره اتاق باز مونده. یکی از دخترها به اسم موجگان سری میاد تا سکینه خانم رو صدا کنه، ولی صدای جیغش بلند میشه و همه با اتاق سکینه خانم میرن تا با یکی از وحشتناکترین صحنه های زندگیش مواجه شن، جایی که سکینه به طرز وحشتناکی با چاقو سلاخی شده و به قتل رسیده. روز بعد پلیس برای بررسی صحنه قتل میاد و بعد از شنیدن اسم قباد میگه من مدت هاست به این دیوونه شک دارم اما هیچکس ازش شکایت نمیکنه. خانواده رویا هم سعی میرسن تا به دخترشون سر بزنن. پلیس و اهالی محل به خونه خرابه میرن تا قباد دستگیر کنن، اما بعد از گشتن کل خونه کلی لباس عروس و جنازه تمام عروسایی که این مدت گم شده بودن پیدا میشه. همه اهالی وحشت میکنن از جنایاتی که جلوی چششون اتفاق افتاده. همه جای شهر آشوب شده و دانشگاه تعطیل میشه. روزها میگذره، هنوز قباد پیدا نشده. رویا تمام زندگیش ترس و کابوس شده و هر لحظه میترسه قباد برای کشتنش سر برسه. حال رویا به حدی خراب میشه که یه شب از استرس قباد به بیمارستان میره. سکانس بعد صحنه ای از محل زندگی رویا میبینیم که قباد با چاقو توی کوچه‌شون وایساده. رویا روی تختش دراز کشیده که گرفت یه دست از جایی لوله بخاری بیرون میاد و میفهمیم این فقط یه خواب بوده. اون شب خانواده فرهاد برای خواستگاری میان، چون همه باور دارن اگر ازدواج بکنه حالش یکم بهتر میشه و از این فکرها بیرون میاد. روزها میگذره، رویا و فرهاد نامزد میکنن. با اینکه رویا خیلی اصرار داره اول درسش بخونه بعد ازدواج کنه، ولی فرهاد مخالف این قضیه است. رویا خیلی حالش بهتر شده، تو سال عاشقی روزای بهتری رو میگذرونه. یه شب که خانواده همه بیرون رفتن، موقع برگشت میبینن پلیس کوچه رو بسته تا یه آدم مشکوک که همسایه گزارشش دادن دستگیر بکنن. بعد از دستگیری رویا پاسگاه پلیس میره و با شناسایی متهم میفهمن که قباد برای کشتنش به اونجا اومده بوده. بالاخره خیال همه راحت شده که قاتل گفته که منو جنا وادار میکردن که آدم بکشم. وقتی همه خیالشون راحتی که قاتل دستگیر شده، رویا یه دفعه عصبی میشه و میگه چرا فکر میکنه همه چی به خیر گذشته وقتی 5 دختر جوون اینطوری کشته شدن، وقتی سکینه قربانی کار این آدم عوضی شده. روح و روان این دختر داغون شده و همه جا رو تاریک میبینه و حتی دستگیری اون قاتل نتونسته کمکش بکنه. توی زندان قباد میبینیم که داره با در و دیوار حرف میزنه. به پلیس میگه دارم با جنا حرف میزنم و دوستام. جنا کاری ندارن که. وقتی هم دوباره تنها میشه کارهای عجیبی میکنه که انگار یه جن دیگر وارد بدن خودش کرده و با لبخند وحشتناکی برای خودش میرقصه. این دیوونه بازی ادامه داره و با سر خودش به دیوار میکوبه تا زمانی که مجبور میشن اونو به بیمارستان انتقال بدن. توی آمبولانس قباد یه دفعه چشم باز میکنه و با کشتن ماموری که پیششه به بدترین شکل ممکن موفق میشه از اونجا فرار کنه. خونه فرهادینا رو میبینیم که رویا پیش مادر شوهرش میره و برای اینکه حال همشون خوب بشه تصمیم میگیره لباس عروسیش رو تن بزنه تا همه ذوق کنن. مردا توی خونه دیگه رفتن تا فرهاد قبل عروسی رویا رو نبینه. وقتی رویا به اتاق خودش میره تا گردنبندش هم بندازه، میفهمه در بالکن اتاقش بازه. لحظه‌ای که میره از کمد کفششو برداره، سایه روی در پیدا میشه و چند لحظه بعد که جلوی آینه نشسته، قباد پشتش ظاهر میشه و با یه ضربه اونو بیهوش میکنه. مادر رویا با شنیدن صدا به طبقه بالا میاد و متوجه میشه دخترش اینو دزدیدن و با جیغ و داد به همه اطلاع میده. پلیس هم موقع سعی میرسه تا فاجعه رو جمع کنه و میفهمه قباد بعد کشتن راننده آمبولانس و مامور کنارش یه تفنگ هم دزدیده و از اونجا فرار کرده. رویا تو خونه خرابه به هوش میاد، جایی که با وحشت رفتاری قباد رو میبینه. قباد مثل دیوونه ها به کنار دختر یه شلیک میکنه و شروع به حرف زدن با مجسمه کنارش که از استخون ساخته شده میکنه. رویا اطرافو با ترس بررسی میکنه تا یه دفعه قباد میاد کنارش. اون تاج عروس رو به زور روی سر رویا میذاره و بعد به رفتار دیوونگیش ادامه میده.
شروع میکنه به گفتن یه قصه برای دختر. اون میگه من عاشق رباب بودم و بهم ندادنش، منم به زور ازشون پسش گرفتم. این دیوونه بازی ها ادامه داره در حالی که رویا داره سعی میکنه دستش باز بکنه. رباب دوباره سمت اون میاد، میگه چرا تو از من نمیترسی و جیغ نمیزنی؟ تا دوباره صدای وحشتناکی از خودش در میاره و انگار جن دیگه ای رو وارد خودش میکنه. یه دفعه با عصبانیت بلند میشه، شروع به کتک زدن رویا میکنه و هی بهش میگه بترس، باید بترسی. رویا با اینکه حالش خیلی بچه رو دوشه که سعی میکنه آرامش خودش رو حفظ بکنه. قباد دیوونه تر میشه و چاقویی رو برمی‌داره تا سر دختر رو ببره و بکشتش. پلیس هم هنوز تو راه و نرسیده. رویا دفعه از جاش بلند میشه و با عصبانیت به قباد میگه چرا کشتیش؟ چون دوستت نداشت؟ بعد سعی میکنه از دیوونگی قباد علیهش استفاده بکنه. رویا وانمود میکنه که داره با جنا حرف میزنه و میگه چرا به قباد میخندی؟ شما بیاد پیش من بچه‌ها. قباد عصبانی میشه و میگه اینا دوستای منن، در حالی که رویا همچنان همین وانمود کردن رو ادامه میده. وقتی قباد به سر روانی شروع به این ور اون ور رفتن میکنه، رویا با هر سختی شده دست خودش باز میکنه و موفق میشه قبل از اینکه قباد با چاقو بکشتش از خودش دفاع بکنه. بعدم تفنگو سمت مرد دیوونه نشونه میگیره و به شونش شلیک میکنه. همون لحظه نیروهای پلیس هم سر میرسن. قباد روی زمین میفته و رویا از اتاق فرار میکنه. فرهاد نیروهای پلیس وارد خونه خرابه میشن و دنبال دختر میگردن، اما تو شلوغی خونه همون پیدا نمیکنن. در حین در رفتن رویا دوباره گیر قباد میفته. اون دختر رو دوباره کتک میزنه و روی زمین میندازتش. تفنگش هم ازش میگیره و نشونه میگیره سمت رویا. اون لحظه فرهاد هم سر میرسه. قباد مرادتی به کدومش شلیک میکنه که همون لحظه نیروهای پلیس سر میرسن و قبل از اینکه قباد دستش بره روی ماشه اونو میکشنش. به عنوان سکانس آخر تعداد زیادی سگو میبینیم که طبقه بالای خونه جمع شدن. ما نمیفهمیم قباد فقط مشکل روانی داشته یا واقعا به تسخیر جنایی در اومده بود که الان به شکل سگ به خونه برگشتن. فیلم خوابگاه دختران در برابر فیلم‌های تصویری قبلی که گذاشتیم واقعا چیز کوچیکی به حساب میاد، اما بد نیست هر از گاهی به سینمای وحشت ایران هم سر بزنیم. قشنگ یادمه که انتشار این فیلم ترس و وحشت زیادی تو دل دانشجوها مینداخت. قسمت ترسناکش اینه که اما نشون میده خرافات تا چه حد میتونن باعث مشکل بشن. اگه مردم این محل به جای جن و پری مشکلات روانی قباد جدی میگرفتن اونو زودتر به دام مینداختنش، شاید الان همه اون دخترای کوچیکی رو پیش خانواده هاشون بودن. خوابگاه دختران شاید کیفیتش پایین باشه و خیلی صحنه‌های اضافی و به درد نخوری هم داشته باشه، ولی قطعاً یه دلیل داشته که هنوز به عنوان ترسناک‌ترین فیلم ایرانی شناخته میشه. دلیلش هم شباهت بیش از حد داستان به واقعیت و امکان اینکه هر لحظه برای ما میتونه اتفاق بیفته هستش. امیدوارم در آینده فیلم‌های ترسناک بهتری از سینمای ایران شاهد بشیم. رفقا حتما پیشنهادتون رو برام کامنت کنید تا فیلمایی که دوست دارید رو به شکل خلاصه به کانال اضافه کنم. روزتون هم گلسی.